رفقا سلام، وقتتون بخیر. خیلی خیلی بی نهایت ممنونم از محبتی که این مدت بهم داشتین. خیلی ممنونم، خیلی بهم لطف داشتین. واقعیتش اومدم یه چند تا نکته بگم که شاید واسه شما مسئله بوده. یکی این که این مدتی که نبودم یه سری از دوستان لطف داشتن، شروع کردن به جمع‌آوری یه سری مبلغ برای حالا تشکر یا هر چیزی بابت این قطعه‌ای که منتشر شد. واقعیتش من هدفم از ساخت این قطعه قطعاً کسب درآمد نبوده. خیلی لطف داشتین، ولی دوستانم اگرم حالا شما دوست دارین کمکی کنین از لحاظ مالی، به جای این کار میتونین به سازمان‌های خیریه داخل ایران مثل محک یا امثال هم کمک کنین. من اینطوری خیلی خیلی خوشحال‌ترم و اگرم هزینه جمع شده دوستانم همش اهدا بشه به سازمان این چنینی. مسئله بعدی هم این که نگران نباشین و به شایعه‌ها توجه نکنین. دلیل اینکه این چند روزم نبودم این بود که یه سری نگرانی به وجود اومده بود به خاطر اینکه خب این کار خیلی وایرال شده بود که نکنه من با جریان خاصی، با یه سازمان خاصی خارج از ایران در ارتباط بوده باشم و یه سفارشی بوده باشه، و این سوء تفاهم هم برطرف شد خدا رو شکر. واضحه که صرفاً این کار برای ابراز همدردی با مردمی که به حال نقد داشتم به شرط جامعه نوشتم و خوندم، مثل اکثر هنرمندامون که همشون یک واکنشی نشون دادن. حالا به حال یه کاری وایرال میشه، یه کاری کمتر وایرال میشه و اون دست ما نیست. اگه دست ما بود که هنر انقدر متفاوت نبود با بقیه شغلها و کارها. و در مورد خبرگزاری هم که حالا تماس میگیرم با مدیر برنامه و میخوان حالا مصاحبه یا هر چیز دیگه چه داخل چه خارج از ایران، واقعیتش باید بگم که ما با هیچ کس مصاحبه انجام نمیدیم. امیدوارم که درکم کنیم. من داخل ایران زندگی میکنم و دلم میخواد همینجا بمونم، همینجا زندگی کنم، همینجا بخونم. اگرم حرفی بخوام بزنم، اگرم نقدی هم داشته باشم، دلم میخواد همینجا باشه، همینجا این کارو انجام بدم. و مسئله آخرم این که خیلی دوست دارم که به خصوص تو این بره نگرشون به هم دیگه شبیه به یک خانواده باشه. به هر حال ما همه از این خاک و از این خونیم و دوست دارم که مسئولینم به خصوص تو این شرایط با اشخاصی که شرایط مشابه به من رو میگذرونن روی کردشون شبیه به والد و فرزند باشه. و همین، خیلی خیلی دوستتون دارم و مخلصیم.